بعضی های عراق یا نوعا آدم های بیهیایی هم راجع به حدود و سغور مرز صحبت میکردن آیه ولایتی و طارق عزیز. آقای دکتر ولایتی میگن ببینید بالاخره ما این احاطه تاریخی ها ببینید این احاطه تاریخیه. میخواست بگن اینجوری نیست، فردوسی تو شاهنامه هم میگه اروند بود. بله. ببین اینو یه آدم عادی هم که ندونه، یک اسناد تاریخی هزار ساله. یعنی بله. ببینید این احاطه ایشونه. درسته دقیقا. طارق عزیز انقدر بی‌حیا بود گفت تو اینجا میگی شاهنامه، تو تهران اگه جرأت داری بگو شاهنامه. عجب. بله یعنی ببین من میخوام بهت بگم اونا هوچی بود دیگه، استدلال چون نداشت بله. نمیتونست بگه نه تو شاهنامه نیست. ببینید بزرگترین پشتوانه ما برای حرف زدن در مورد اون رود برمیگرده به البته زمان... یک کمی هم باهوش بوده ها، چون کم چون اون موقع واقعا آره. از شاهنامه حرف زدن بین محافل حزب اللهی فحش ناسزا داشت. بله چیز بوده دیگه، حالا لغت های بد نمیخوام به کار ببرم، بی حیای با اوش بوده. وگرنه خب استدلال آقای ولایتی داره میگه که هزار سال پیش هم ما میگیم اروند رود. خب اونجا یه دیپلمات عادی باشه و همون فضا رو عوض کرد. یعنی بالاخره اونجا دبیر کل و اینها هم نشسته بودن تکونشون میده. خب اونجا اگه یه دیپلمات معمولی باشه که تاریخ رو نخونده باشه اینجا باقی میاره دیگه، نمیاره؟ بله. شما توی مذاکره، توی ملاقات با یه قصه میتونید فضا رو کاملا عوض کنید. دقیقا. ببینید دقیقا. یه قصه، حکایت، حکایت، حتی یه بیت شعر، حتی یه بیت شعر. بله. اصلا همه چی عوض میشه.